به نام خداورز سلام هموطنان عزیز، آرزو دارم همه شما صحت و سلامت باشید در هر گوشه دنیا که زندگی میکنید. طبق معمول شما پیام گذاشته بودین که برین به افغان دربار رستوران، خیلی یک چپلی کباب مزدار و مرغ سجی مزدار و رفالیش میگن که یک کباب چوپان دارن. امروز خواستیم بیاییم ببینیم طرز تهیه چپلی کباب که چی گونه است و شما هم کتاب چگک هایتان رو بگیرین یاد داشت کنین از مواد لازمی که اینا استفاده میکنن، چون میگن مزدار است ما هم نخوردیم، امروز که خوردم قضاوت میکنیم که چطور بود چپلی کبابشون. یاد داشت بگیرین و به خانه پخته کنین و نوش جان کنین. اگر اجازه بدن بریم داخل. سلام، صحت شما خوب؟ بخیر هستین ان شاء الله؟ صحت من خیر، خیرت است، صحت سلامت. سلام علیکم. سلام علیکم دادا، خوب هستی؟ بخیر ان شاء الله. بیا بیا، خوب هستی؟ بخیر هستی؟ خوب خیرت است؟ بخیر هستی ان شاء الله؟ صحتتون خوب است؟ صحتتون خوب، خیر خیرت باشه، سلامت باشی. خوب هستی ان شاء الله؟ صحتتون خوب است؟ میشه خودم معرفی کنم؟ قرار شنیدگی میگم، مسئولیت رستوران تا خودت داری. من دیگه منیجر رستوران هستم، مسئولیت هم هستم، بنام منیجر هستم دیگه و می استادای ما هست، اینمی غذای ما هست دیگه، اونو هم غذای ما هست، اینمی غذای را تایه کردیم دیگه امروز بخیر. نام چیست؟ نام ما خیبر است. خیبر جان، هموطن عزیز، خیبر جان در کابل دربار مسئولیت یا منیجر رستوران است یا به اصطلاح هم برتون بگه میزبان است. بله. میزبان است. امروز ما خواستیم بیاییم چون هموطنهای ما پیام گذاشته بودن در صفحه یوتیوب آریانا که شما برین به افغان دربار رستوران طرز تهیه چپلی کباب ببینین. استاد چپلی کباب فهموجا چیشته حالا میریم طرفش یا استادم استاد مرغ الفم است. مرغ الفم این چی هست دیدیک؟ این روش هست. روش هست، خواه انوز دگه نشده این روان باز پسان وام میکنیم سرش هم میبینیم و امروز سر کار ما فکر کنم دیگه ضرور نیست که داخل رستوران بریم، همینجا هست ضرورت داریم بیرون کار ما همینجا شده. هموطنان عزیز، یک کار خوبی که اینا کردن یا ابتکار خوبی کردن که هم آشپزخانهشان در فضای آزاد هست، یعنی زیاد دود و تلفن گپان نداره، فقط در فضای آزاد پخته میکنن هم مرغ الفم روششان و اونجا من فکر کنم برای کرایی جای جور کردن، جای کرایی اگر اشتباه نکنم کرایی هم کرایی گوشت گوسفند. گوشت گوسفند به به، یک روز میایید بشید خوش کرایی خوردن. اگر مشکل نباشه که ما بریم امروی استاد هیچ گپ نمیاد، استاد ما هست، مهربانی بفرمایید. خب سلامت باشی، خیر خودت به کارهای خود برس، باز ان شاء الله دیگه میبینیم. درست است، بخیر باشی. اجازه است؟ بله. السلام علیکم استاد. ساعت مبارک. خوب هستین؟ باش که کورتیم نسوزه در جایزی. خوب هستین ان شاء الله؟ ساعت من خیر، خیرتی است. بخیر باشین. صحت سلامت. زنده باشین. اسم مبارک؟ گل محمد. هموطن عزیز، گل محمد امروز بر ما میگه که طرز تهیه چپلی کباب چی گونه است و از کدام مواد لازمه اینا استفاده میکنن که اینقدر چپلی کباب تا نامدار و شاندار شده که میگن خیلی مزه‌دار است. معمولا همی کسایی که کسب کار هستن، اگر آشپز هستن، اگر مستری هستن، باز هم یک راز بر خود نگاه میکنن. نمیفهمم که استاد گل محمد گفته نام تن استاد گل محمد این کارو میکنه، یعنی اکلش هم میگه اگر کلام راز نگاه نمیکنه. نه نه ان شاء الله، کلا گشنه میگه مخصوص میشم که این نفر یک چیز یاد بگیره، از شما یاد بگیرد، این خودش صدقه جاریه است، کلان ثواب است. خب بر صورت خیلی بین از این شروع شروع میکنیم، یک چیز میخواییم بگویم چون ایجا ما یک ذره وقت تر آمدیم، چون رستوران است، گوشت فراوان دارن، حال به خاطر ما همین مواد لازمه را به طور نمونه آماده ساختن تا که شما بدانین که در این چپلی کباب مزدار کدام مواد لازمه استفاده میشن. میشه کمی اول یک معرفی کنین بگوین بر ما؟ این خود تخم گشنیزه. تخم گشنیز است. مرچ تازه همراه سیر است. آه خیلی خوب. مرچ دانادار میگن سرخ است. این دیگه خوب تندامه است. آه. بعد از او زیره است. زیره است. سفید. بله، این نمک است. نمک چینایی است. خب نمک عادی نیست، نمک چینایی است. آه نمک عادی خواهر که میفهمم که بدین نمک نمیشه، نمک این نمک چینایی را یک تعداد از هموطنان ما میگن که سرطانزا است، ولی آشپزای عزیز ما میگه چون مزه‌دار است، ذائقه دیگه خیلی خوب میسازه. من هم اتفاهم یکی از زیاف استفاده ما نمیکنیم، فقط به خاطر اندازه ذائقه خود، ذائقه خود خواهر که میفهمم که هر چیز زیاد شد خودت خرابی بشه. درست است. اینی هم زیره سفید است، میشم برای تکرار کردم. یام نمک چینایی است. درست. یام مواد چپلی کباب، درو چپلی کباب مفت استفاده میشه. خب استفاده میشه. یک مواد است که من فکر میکنم از چند نوع ترکیب شده. درست است. هیچ باشه پیش خودت که چی هست. هنی همون گپ شد. نه نه نخواد. دیگه مسئله مختلف یه که دو تا نیست دیگه. خب زیاد از دیگه. خب درست. و یام
گوشت است که از ماشین کشیده شده. از کدام گوشت استفاده میکنین؟ گوساله؟ بله، گوشت گوساله میاره. گوشت گوساله میاره. گوشت گوساله رو میاره، دو دفعه ماشین میشه، دیرمو میفته، پیاز است، همراه سیر و زنجفیل مکس دهی هم است. خب، گفتین که دو دفعه از ماشین باید کشیده شوه، رومی داره، پیاز داره، دیگه؟ ادرک گفتین داره، زنجفیل تازه و رومی. رومی را گفتیم، یک چیز دیگر را پیشتر خودت گفتی، لیمو. لیمو در این نمفته. خود ایش نمفته، درست همیز چار نوز. همتان عزیز، اگر شما میخواین که در خانه آماده بسازین، خب مسالجات که اینا آماده ساختن میشه که شما از خود مثلا مرچ اضافه تر بسازید. او مطابق هم میل شما میباشه و اشکه های خودشان. کسی تون نوش جان میکنه و کسی بمرچ آماده میکنه. ما هم همچنان بمرچ هم داریم، مرچ دارم داریم. مرچ دارم داریم. درست باش که کرمی استادم یک سلام علیکی کنیم. سلام استاد، ببخشید که ایجا من مصروف شدم. خوب است انشالله؟ صبح بخیر. سر سلامت است انشالله؟ خب خودت خوب مصروف همی. ایر به نام مرغ چی گفتی؟ این یاد مانه نه، سلامت توسه. خب استاد ادم، خب مسالا کلش دیگه تصویر شد. بشاد عزیز، اگر میتونی که امیره یک تصویر دیگه از مسالجات بگیری که تا هموطنان بدانن که از کدام مواد استفاده میکنن. باز هم تکرار میکنیم، تخم گشنیز است، سیر و مرچ است، مرچ تند سرخ است، زیره است، نمک است. او هم یک نوع مساله است که گفتن از چند نوع مساله ترکیبش درست شده. و گوشت گوساله که در گوشت گوساله هم گفتین سیر و پیاز و رومی استفاده کردیم، درست؟ مهم چیزی هست در این آرد جواری. خب آرد جواری را بخاطر چی؟ بخاطر ازی اگر نندازی نرم می باشن. آرد جواری آب از را جذب می کنند، خشک می کنند. خیلی خوب، باز خود چبی کباب یک ذره قاق نمیشه؟ بسه. خوب همتون، خوب حالی میبینیم. اجازه از بیشین و پالی؟ بفرمون. بسم الله الرحمن الرحیم. باش که نفتیم ولی ایز جا امروز پوپلتان هم چبلی کباب پز میشه انشالله بخیر. خب بسم الله. خیلی خودت اگر گوشت بر بتو میازو جا میگیری داری؟ خب گوشت آماده شده خودشان دارن. این گوشت هم دیگر زمون جا گرفت که این گوشت یک گوشت هست گاز های زرزاد کنم سیشت روغن. خب فکر کنم صرف شده باشه. باز در چند دقیقه پخته میشه یک چندی کباب؟ پنج دقیقه. پنج دقیقه. اگر روغن اگر خوب صاف باشه اون پنج دقیقه وقت میگیره. اگر کنه که سرد باشه باز خیلی ضرور نیست که پخته کنه و بانه که خوب صاف شده. نه خود کارای ما که از مردم تیار نمیبرن. یعنی که دریگان تیار میدونیم بالا بودن. خیلی خوب. یک چیز در این رستوران در وطن عزیز همین مرا خوش آمد. این فضای آزاد خیلی خوب است نظر به آشپزخانه، چون اینجا آشپزخانه معمولا استاندارد یا معیاری نیست که مو دودی که می باشه یا بویی که مثلا می باشه بیرون چه. خب دیگه چی داره اینجا از غذا ها بگوینده این رستوران؟ در این رستوران ما قابلی داریم. خب قابلی ازبکی. خب قابلی داریم، روش داریم ما، بسیار در کابل مشهور است. مثل چبی کباب باره روش است. مرغای نمکین داریم. خب این مرغا رو پیشتر میخواستم بپرسم از استاد باش، ولی از خودت یک معلومات میگیرم که این از اون مرغای فریزر خونه است که ارزرگی باشه تازه. یا تازه خودشان میکشن؟ خب خودشان حلال میکنم اینجا. خب خیلی خوب، بخاطر از این که این مرغ یا گوشت که ارزرگ میباشه در فریزر میباشه فریز میباشه اما مزه و کیفیت خود از دست میده. در افغانستان خوشبختانه که هموطن عزیز همه چیز ما فرش یا تازه است. مثلا گوشت گوساله را از تصاوی خودتون همونطور شاید قراردادی باشه که براتون بهترین گوشت بده. خیلی گوشت تازه و خوب است. درست است. خب گفتین روش دارین، روش تا روش هم که دیگه معمولا از گوشت و گوسفند است. دیگه چه سمو طرف هم فکر نکردم. سیجی داره. سیجی داریم، سیجی مشهور است. خب سیجی قاری سر بسیار فردی است که بسیار در سیجی مهارت داره. باز میرم ان شاء الله متون عزیز بشه. قاری سر با میرم. حالا دیگه ما با کباب چوپان داریم، کباب تکه افغانی ساخته خود افغانستان. افغانی تکه کباب بله ها. چوپان هم از همی وطن خود ماست دیگه، یعنی از دیگه کشور آمده. چوپان که اصلا از پاکستان به حساب بزید میشه. خب اصلا از اوجه منتقل به ایجا شده. ولی مثلا چبلی کباب ولی کباب اصیل امو کباب تکه از افغانستان. باز اینکه دیگه نام داره باز کباب هم کباب افغانستان. ام یک خوراکش باز چند حلقه است؟ دو حلقه است. دو حلقه است درست؟ اینه ای دیگه دو خوراک است درست است؟
تو یک پیش بکش که یک ذره بخوری منی بر ما یک مشقاب بخوری؟ یا مشقاب رک قبرک دارم در قبرک خود تا که قاب میارم خیره مشکل نیست از داخل میارم حرارت شکم کنم حرارت کم کنم خوب استاد خیلی اگه اجازه خودت باشه که مدست خدا بشویم یک دانه چپی کباب ما بخته کنم اگه دیگه کس نخورد باز خودم میخورم من بیرم سعیسته من دست ما بشویم میایم پس اگر چی که دستای من پاک بود خب بازم دیگه در مایک خورده بود و اینا اجازه باشد اگر استاد که من جایت میشینم یا این پالیت میشینم خودت یکم زره اوسو برو درسته؟ بسم الله الرحمن الرحیم خیر یک چبلی کباب خدا یاد گمه تو یک چبلی کباب خوبش بیای از استادم کده خیر است که امی چبی کباب پخته شوه باز خیلی تا وقت شما یک پتنوسه کم یا یک چیز جور کنیم که امو را باز بخوریم درست است؟ دسته امو بخیرم فکر میکنم آماده است خیلی پیش خود بگی باز میگیریم است دسته تر شد دسته باید تر شد؟ خیلی باز این دبالا نگید یکمه؟ بلندش میکنم استاد اگه مخش آگرد دستم فقط امر که همه نه مو یک دفعه در کابل بعد دو جم همین چیز آمده بود من چه زیاد کلا نباشه در دستم به روغن نخوره باش که اینجا ایگاه بسم الله باش که کمک من مرچان پرتم تنده من خوش دارم خانه همه هر کس کارش استاد تلیش کنم استاد تلیش خلاص بسم الله نه انشاءالله خوبش آمده خیره قدر زیاد چیام نبود خرابم نبود که استاد سر مخنده کدی ولی احمدتان عزیز اگر اینجا شما میبودین از نزدیک خیلی اگه عطر خوب خیلی اگه بوی خوب کشیده تا بو کباب اینم خامش ها بخوب به عطر دارم یک نفر اینه میره که من پخته کردیم کسایی که اینجا هستن خودت باز بیا کردیم من جان کو که من از ایش ازید پرسام کنم چطور است یا خودت میایی؟ خودت میایی؟ سعی سعی خیلی سعی پخته شده؟ اینه برای چی داری مره؟ خب برای بسید خودت امیره چه کتو بیا بیا در بیا خودت امیسو بیا سلام علیک مانده نباشی صحت و خوب است شکر بخیر هستی صحت سلامت چی کاربار میکنی؟ اینجا موترشوی میکنی خواه دمیجا موترشوی میکنی چطور از کاربارت؟ بلا شکر است دیگر میشه یک چیز بزاره بزاره میشه؟ خیلی چاش مهمان ما هستی درست است؟ دمیجا میباشی؟ نمیجا اینی چبلی کباب که من پخته کردم میره خود دیگر کس نمیخوره غیر ما تو خواه بخاطر که یک ذره خوبش نامت هم رقم استادواره بر صورتش چاشت میمان ما هستی درست است؟ همیجا باز میریم نانا میخوریم صحبت ها میکنیم حالا خیلی یک ذره وقت داریم درست است؟ من منتظر تستم که جای نری خواه همیجا شیشتی بکن میربانی میربانی این هموطن های عزیز یکی از هموطن های ما که همیجا آفرین با مهمتش آفرین با مردانگیش، بردباریش، پرکاریش یعنی هر قدر من جوانایی که کار میکنن خودشون که لقمنان حلال پیدا میکنن برای خانه و خانواده خیلی بالایشون من هم افتخار میکنم شما هم افتخار میکنین دیگه امروز همین جوان مهمان ما هست من نامشون پرسان نکردم بر صورت باز چاشت انشال امرای ما هست امرایش صحبت میداشته باشیم خب یعنی از ماست؟ از خودتان پخته شده فکر کنم استاد اگر بخیر؟ پخته شده یک ذره که روغنش باش اگه تو چی هم کنیم خوب نیست؟ میره روغنش خودش میره اگه تو روغنش به خاطر از این که همتان عزیز ولی یه چلی کبان و بسیار کنج پلیچ آمده
کره در مزیش رو اما تاثیر نمیه مردم دوست خدا پیش نمیگه تا بابا خود دوست خدا پیش کرده از این به بعد دیگه هوا چون سرد میشه اینجا جای بسیار پر کیف است دیگه خیلی مزه‌دار است چون هوا سرد میشه و یا حرارت گرم هست جایتون خوب است اینجا با زمستان هم همیشه میباشه یا نه خودتون خنک نمیخورید خب چاره نیست خب یا خیر باشه خب امو چیلو به فکر میکنم بر ما آورده اونم نوشابیش امو جبان تنامی چتنی و نان خشکی نای شود حرارت شای در کم میکنیم بس هست بس این از کجا میفهمی که حرارت کم کنیم استاد امیر هر دوی ما خیلی میگیریم دیگه درست است؟ نه امو رو بکش دمی سر نان بان خدا خیرت بده همتان عزیز ما مو نکات نظافت در نظر گرفتیم دیگه هم استاد پاک دست خدا ششتم من پاک ششتیم باز یک تعداد میگه چرا کردید دست گرفتین خود دست خدا برمی داده دیگه کادم امرایش نان بخوره ولی منتها شرطی چیست که باید پاک آدم بشوه استاد هم ششته و ما استاد باش که اینجا یک ذر جای ما تنگ از دیگه ما داخل رستوران از خاطر نرفتیم که تو گرم داغی چبلی کباب بخوریم که چطور است مزیش او رو هم که پوپل پخته کرده باشه از استاد گل محمد باش که باشه یا از ما بگی استاد خیلی خود تو بگی نه گفتی اما یک ضرب المثل داری من این میگه کار مساله میکنه لافه آشپز میزنه نه ببینه میکنه حالا مواد لازمی ره که خودت اسفاره که ایر دمازیش دیگه کلون فرق نمه مگم بازم یکان دست نمکی میباشه بسم الله الرحمن الرحیم گمی لغمه اول آدم نمیتونه که ذائقه را تست کنه یا چک کنه خوب بخاطر از اینکه تون تو نیست انشاءالله جای زر زیاد من گرفتم هموطنان عزیز استاد گل محمد هم اینجا است بدون از اینکه ما پشتوری خودت بگویم که مزه‌دار است اینه واقعا که چبلی کباب ما زیاد خوردیم و نه تنها ما که همگی نوشجان کردن ولی این چبلی کباب راستی من نخورده بودم خیلی مزه‌دار است یک چبلی کباب است همونطور شربتی و مزه‌دار یکان جای ما خوردیم یک رقم بیخی خشک است من نمیفهم که دیگه طبعا نمی تاثیر مسالجات است که استفاده میکنیم و خودمون طریقه پختش هم حالی نام از من این شد که من پخته کردیم خب استاد کلو کارایش کرده زیاد نماندیم خیلی مزه‌دار بود اما کامنت هایی که شما گذاشته بودیم پیام هایی که شما گذاشته بودیم که خیلی مزه‌دار است واقعا ارزش از این را داشت ما بیاییم برنامه ثبت کنیم من اگه اجازیت باشه این امی یک دانه خود خودم میخورم درست است؟ باشه امیر که پخته کردیم دیگه خودت نمیگیری؟ باش که زر لیمون پرتیم سرش باز که دی لیمو دیگه باز یک کیفیت دیگه داره استاد گل محمد تشکر دیگه باز چاش که ما میمان داریم باز یک خوراک بر ما روان کن خیلی مزه‌دار بود دستت همیشه همه طور مزه‌دار باشه سبز و خورم باشی هم باید خامیر آزیز قربانه به اجازی تشکر خان نورکی طبیعت مو چله نوم د څه و نوم سردار سردار جان دیش کا ته بس دغه مسولیت لري چې دغه په خا کې الفلا چرګه الفام الفام ها دا څنګه خو تازه ده ټولې نو تاسو خپل علا له خپل علا له تازه چرګان تقریبا یو چې څونه د هفته کیږي کنه د لیمو ورکو ماګه ورکو او روغان مواد لازمه لیموګان دي مالګه ده نور څه لیمو لیمو دا او څو دقیقې تقریبا دا ټایم سي چې سي قرف تاسو او 50 دقیقې وخت نیسي له کوم څنګه عزیز والا خپل چبلی کباب خوردم ول دل میشه که از یام یک ذره بخورم باشه واس چارج کړم مهمان یک جای نوز جان میکنیم صحیح درست
امی خیبر جان چی شد؟ بیا خیبر آقا. خیلی از شما تشکر. سلامت باشید. مهربان. طرف مرغ سیجی هم یک سر بزنیم. گفتیم یک سر بزنیم طرف مرغ سیجی. بله، ببینیم مرغ سیجی ما هستن. خیلی خوب. یک کار کو خیبر جان. من که استاد می باشم دیگه فکر میکنم که خودت باید مهمان نوازی مهمانایی تکنی. درست است؟ من همراه استاد هستم. فارس با سلام علیکم. و علیکم السلام. مانده نباشید. بخیر هستین ان شاء الله صحت سلامت. به این نیست یک روی مبارک تانم چهره مبارک تانم ببینید دائما ببینه. بخیر هستین ان شاء الله صحت سلامت. فارس چی نام داری از نامت بگو. نام صاحب قاری نظیف الله. قاری صاحب نظیف الله که مسئولیت پخته شدن مرغ سیجی داره. مرغ سیجی را داره. اینال بر ما قاری صاحب میگه هموطن عزیز که خب اینجا گفتن که از شما یک کارت خیلی خوب است که مرغایتان تازه است، یعنی فریزر شده نیست. هر روز تازه پخته میکنید. تازه پخته میکنید و تازه حلال میشه براتون، پاکاری میشه و ششته میشه و وقته میشه و میاری. یک کمک معلومات رابطه به مرغ سیجی بده که بعد از این که حلال میکنین و میشوین چقدر دیر اخته میکنین و مواد لازمه اخته شده چی است؟ باطرم مرغه ما کدام وقت که ما بشویم پاک شو از او بعد اخته میکنم در اختش تقریبا نمک شنایی، نمک ساده، ماست، سیر و ادرک، پیاز، زنجبیل که میگنه زنجبیل این چیزا و مثال معمول یک سرکه عادی از این مرغا هست اون کدش کچی میگنه. خب، یک سرکه خاص هست که تنها بر اخته شدن مرغا هست؟ مرغای سیجی هست. برای مرغای سیجی هست، خیلی خوب، خیلی خوب. یک چیز که برای ما بسیار جالب است همتان عزیز، چونی چوبایی را که شما میبینین که داخلش مرغ اینا در چهار اطرافش که باز انشالله یک چند تصویر هم بگیره رشاد جان، ناسوز است. این چوب کجا هست؟ این همین چوب هم اطرام اصلا میای از همین لاهور پاکستان. از لاهور پاکستان؟ پاکستان میای اینجا در کابل پیدا میشه، لیکن این همین چوب ها با نسبت چوب های دیگه مقاومت زیاد داره. ناسوز است، یعنی دیر وقت کار میکنم. یک چوب اگر شما استفاده کنین همه روزه در یک ساعت یک سال میشه؟ تقریبا دو سال سه سال میشه. دو سال سه سال باز بعد از اون دیگه کمکم و مقامت خود از دست میده. خیلی خوب، خیلی خوب. ولی در این رستوران که میاییم مدل ما موش دل شما بخاطر از این گوزی چندوی کباب یک لحظه که تیاره تیر شد و که صدای مورد درست بشنوی در اوجه چندوی کباب و مرغ الفا؟ مرغ نمکین. نمکین یا الفا میگفتن؟ مرغم نمکین یا الفا میگه. آها، اوجا او ایجا مرغ سیجی بخیر دل ما رو ماو کردین شما از بینین دارم. تشکر سه بندو باشی ما در خدمتتان هستیم. نگفتی بیشی که براتان بیارم. انشاءالله چرا بشینه برای جور میکنم. سلامت باشی، باز میاییم یک روز دیگه میاییم. رشاد عزیز خواه یک چند تصویر خودت بگی، ما باز میریم که مهمان ما شاید آمده باشه و طرف رستوران. یک عالم تشکر قاری صاحب. تشکر صاحب. کار بارتان برکت باشه. تشکر شما. با عزت باشی. سلامت باشی. قربانتان. بخیر باشی. سلام. همتان عزیز نسیم جان هم آمد در مشروع برنامه شما دیدین فقط از اون چبلی کباب خورد من چون مزیج داد نداد او را مبخته کرده بود مزدار بود یا نبود و یک چیز می خواهیم راستی همتان عزیز ای را بگویم خدا بخیر این برق کابل هم جور کنه شما شاید صدای جانی تو را بشنوید که در صدام شاید مشکل ایجاد شده باشه رشاد جان یا درست است ساوند ما درست است بر صورت نسیم جان خودت صبحی بر ما گفتی یادم شروع برنامه گفتین که موترشویی میکنین بله. چطور است روزگارتان با می موترشویی حداقل مو پولی را پیدا میکنین که در خانه و خانواده می سه وقت نان آماده بسازید والا شکر از خدا میشه یک دو نیم ساعت سه ساعت گزاره میشه که از امون خواه روزانه یک سه ساعت بله چون از این به بعد هوا سرد میشه ازاره کمک کارتان کم نمیشه کار ما خوب کم خو میشه خانه کاست از خاطر که موتران هم میشه موتر خدا باران میباره و میگه نمیگه پارا میزن نمیشه نگه بود خب حال برای فعلا نمو گفتیم که یک سه ساعت یا دو نیم ساعت یا سه نیم ساعت یعنی همو گزاره خانواده تان میشه بله. خیلی خوب همتان عزیز همه همیشه همی گپ یاد میکنم خصوصا همی جوان ها را که میبینم حال نسیم جان در یک سن سال هست که باید مکتب میخوند و از مکتب فارغ میشد میرفت به طرف پانتون تا یک وظیفه خوب بر خود پیدا میکرد و کار میکرد ولی روزگار قسم آمده که خیلی از نسیم جان که در خورتر جوانا را میبینین حتی طفل را میبینین که او یک مسئولیت بزرگ
داره به خاطر خانه و خانواده شون. خب همیشه ما در برنامه جگرخون هم میشم، یاد هم میکنم، ولی چاره نیست که خداوند متعال روزی رسان است، روزی همه گیره خدای پاک میته و در پولیش خب خودمی فقر و بیچارگی هم خیلی مشکل است. خداوند خودت آرام داشته باشه و جوانیت برکت باشه. نسیم عزیز خودت واقعا کسی هستی، اما من میگم همیشه من ایره گفتیم و بزرگام امیره گفته که از غریبی ننگ نیست. یک وقت من خودم هم در پاکستان خوب دوره مهاجرت بود، هم درس میخوندم هم کار میکردم. شما باور داشته باشین که خیلی فاصله مکتب و خانه ما دور بود. من از اون خانه پیاده میرفتم به مکتب، تا ساعت 12 به مکتب میبودم و ساعت 12 به بعد میرفتم به یک دکان من کار میکردم، خیاطی میکردم و شاگرد بودم، کار میکردم تا 6 بود، 6 بجام تا خانه را پیاده میرفتم. ولی امو یک گپی هست که میگه پشتر تاریکی روشنی است. خودتون خو انشالله درس خو میخونید؟ نه والا هیچ نخوندی؟ خوندن تا سن پیا گفت. خب حالا ما قدر سن سال نداری رفیق، بیا امی از طرف صبح مکتب بخون و بعد از او باز کارتان کده خودش. اگر خودت خواسته باشی ما میتونیم امرای کمک کنیم در قسمت قرطاسی ها، مثلا قلم و کتابچه و هر چیز که ضرورت داشته باشی او را میتونیم با وزارت محترم معارف هم و تماس میشیم که خودت پس هم یک سال که صنف هفت گفتی خواندی امتحان بیتی بری به صنف هشت اگر خواسته باشی. من شماره تماس ما میتونم درست از بار از برنامه من خدمت نان هم اینو آوردن تیار است که بیار بخیر نان هم نان بخوره. اگر علاقه مکتب داشتی بازم رای مطمئن به تماس شوی درست است؟ ولی یک نصیحت برادرانه میکنم که مکتب تا برو فایده میکنی نقص نه. امروز ما نسیم جان اصلا طرز تهیه چبلی کباب بود دیگه، چون خودت مهمان ما هستی. اول تشکر راستی که ما را می افتخار بخشیدی و کارت ماندی و آمدی به این مهمانی ما اشراک کردی. یک عالم ممنون قربان تا خیبر عزیز، تشکر از خودتان، سلامت باشی، زنده باشی، تشکر، ممنون. خب دستکایت خوششتی درست است؟ بسم الله خیلی بخیر دیگه شروع شروع نوشو جان. ولی دیگه من اگرچی در سر خودم و تاوی چبلی کباب یک ذره خوردم که من کشتی های سلطان امور خودم پخته کرده بودم خودم خوردم باز استاد استاد گل محمد هم کردیم خورد. نوشو جان که بخیر چی را خوش داری؟ امیلی یک میگیرم من نه قابلی میگیری یا چبلی کباب؟ کباب هم هست ازمیش میگیریم بگی ازمی بگیری پیش بیش خیلی ذره نوشک جان. خانه دور است یا نزدیک؟ خانه حالا دور است. دور است؟ اگر شب که چند خوراک جور کنیم کرید ببری خانه. من میگم اینجا درست است، برنامه که تمام شد باز یک چند نفر است این خانه بودن؟ یک ده نفر است. ده نفر. یک ده خوراک کباب جور کنه یا چبلی کباب؟ کدام شد جور کنه؟ یک کدام میشه. ولی همین چبلی کباب خوب است باز یک ده خوراک برید. میگم که جور کنه کنید چون شد. رفتی طرف خانه ببر. بسم الله بخیر. تو بگه اول از این چبلی کباب بخو که چبلی کباب چطور هم از این چبلی کباب بر ما بگو قابلی خوب خوبی شد سنه؟ نه نوشو جان نوش که ما نغمه کردید بخورم چطور هست؟ بسیار مزدار هست ها؟ آه بیشتر مطبعی بگی تو سایی یک لغمه هم تو رقم مورم تو یک لغمه جانانه بگی که مزدی شد بخوری نه بیشتی هم این از چتنی هم بگی؟ مزدار سنید؟ همه تن عزیز واقعا که خیلی چبلی کباب مزدار. نسیم عزیز دیگر خودت قابلی رو نوشو جان که اگر باقی من باز میشه که پیش کنیم ببر کردن دیوالا میشه جان که درست است؟ بخود اگر شروع که بسم الله بخیر من پولی هایش میپردازم به اجازه بگم من میرم به طرف خزانه دار درست است؟ درست خودت نوش جان کن خدا نگه داره و اونجا میگم هم که برات جور کنه باز یک ده خوراک کردید باور درست است؟ خب نسیم جانم یک چی یادم رفت نانم برات گفتم خب اینه میگه که باز کرای رای کن خب؟ خدا بخیر باش. سلام علیکم.
سلام سلام. خوب هستین؟ خوب هستین انشاءالله. صحت سلامت. بخیر هستین. زنده باشین. تشکر قربان. چون نام خدا یک رستوران کلان است، مجبور هم هر کارمند که دیدیم بپرسید که نام چی است. که می فهمید مالک رستوران خودت هستی. اسم مبارک؟ اسم عبدالفتاح هستم و مالک رستوران رستوران هستین. فتاح عزیز خیلی یک آشپزای خوب از هر لحاظ و از اخلاق گرفته تا مزه همه چیزش ما در رستوران شما دیدیم خیلی مزه‌دار بود. دوستا پیام گذاشته بودن که برین به افغان دربار رستوران، خیلی چبی کباب مزه‌دار داره. از چبی کباب خوردیم، واقعا که زیاد مزه‌دار بود. یک عالم ممنون. ما یک میمون داشتیم، یک خوراک چبی کباب بود، یک خوراک هم کباب بود، کباب تکل بده برای قابلی و نوشابه. چقدر پول میشه؟ شما میمان ما هستین امروز، چون از اهل رسانه هستین، من دوستان دارم انشاءالله امروز میمان ما هستین. سلامت باشید قربان تا شما، فتح عزیز زنده باشید. از ما و روند برنامه ما می رقم هست که باید پول بپردازید حتما، ولی چون میمان ما هستین امروز ما خدمت شما را میگیم. زنده باشید. خیلی باش که اگر پول نمیگیری صرف همه قدر بگو خوراک چند است که حداقل بینیدا خوب بفهمم چبی کباب خوراک چند است؟ چبی کباب خوراک 80 افغانی است، پارسل میتین به من. والا خیلی ارزان هم است، نرخ خیلی مناسب داره. کباب تیکه هم خوراک 170 افغانی است. 170 و قابلی پلاو هم شما نوشیدن کردین یا میکنین؟ نه خیلی مزه دار بود، هم کباب تیکه هم قابلی و هم چبی کباب 170 افغانی است. سلام سلام افغانی. خب من پیش خود ضرب جمع نکردم، نمیفهم چند شد. سلامت باشی فتای عزیز، خیلی نه خودت همین پولا بگیرین یک بلان بر ما باز بدین. امروز مهمان ما هستین شما، ما یعنی هموطنای ما در برنامه قبلی ما مالک رستوران پول نگرفت، باز بر من اشتا کرده بودن که باید پول شما ما حقتان ادا کنید، پولتان باید بپردازید، چون اینجا رستوران تا شما هم کار میکنین، کارمنده هست تک ماش دارن، از او خاطر باید پول بگیرید. خواهی نازاد است برای شما، امروز مهمان ما هستین، اینجا هستن ما خدمت شما هستن. خیمه میره اینجا مهمانو کرد بینیم دام خدا بزی میکنم. خیر بشین، سلامت سلامت بشین، تشکر قربان تو نه مهربانی کنید دیره بگیره. خب هموطن عزیز، ای بود برنامه ای هفته ما، تا هفته آینده که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم. شما را به خداوند کریم و رحیم میسپاریم. شاد و موفق و کامگار باشید. و یک گپ همیشگی مرا فراموش نکنید که صفحه ما را سابسکرایب کنین، لایک کنین و در فیسبوک تانم شریک بسازین تا دوستای فیسبوکی تانم بیننده برنامه ما باشه. و همچنان شما در هر گوشه افغانستان به خصوص شهر کابل اگر کدام غذا را نوشجان کردین و خیلی مزه‌دار بوده، فقط نام رستوران و نام غذا را بگیرین، انشاءالله حتما ما میریم طرز تهیهش را برای شما به تصویر میکشیم. و اگر نوشجان هم نکردین، هر غذای دلخواهتان که هست، خصوصا هموطنان ما خارج از کشور زندگی میکنن، هر غذایی را که شما میخواین فقط در زیر ویدیو کامنت بگذارید، ما میریم طرز تهیهش را برای شما آماده میکنیم. خوش و آرام و سربلند باشین و با عزت.